آیه دکتر بزن برادر، همونطور که مطلع هستی آقا محمود یکی دیگه از هم قطره خودشو گذاشته وزیر کشور، که این کارشون الان خبر یک نظامه. تو همین رابطه سر مدرک ایشون که تقلبی بحثای زیادی شده، ولی از نهایه خود وزارت کشور اطلاعی داده که اگه کسی در مورد مدرک ایشون حرفی بزنه میگیرنش. نظر استراتژیک شما توی رابطه چیه؟ بعضی بحثا رو خوب نیست تو برنامه سرشو باز بکنی، کار به جاهای باریک میکشه. ممکنه بحث بکشه به تقلبی که تو مدرک خود مقام عظما بوده تو رشته خودشون، که درستش بگم که ایشون یه شب بیشتر طول نکشید که مدرک مقام عظمایی گرفتن. آیه دکتر بزن بادر، من که در مورد مقام عظما سوال نکردم که شما فورا میپری رو کله ایشون. الان بحث کردنه. خب برم من کجا پیدم رو کله ایشون؟ کله ایشون با مدرک ایشون یکی شد. حالا مگه جواب استراتژیکی نمیخوای؟ میخوام بگم که این کردان بدبخت مگه چه کار کرده؟ خب میگم تو کلاس استراتژیکی من از اولش همش دروغ میگفت، میگفت من عادت دارم اگه دروغ نگیرم سردر میگیرم. حالا که مال ایشون رو شده که خالی بندی کرده، ولی بذار خالی بندیشو بکنه. تو دنیایی که توتی آواز میخونه چه اشکالی داره که گوسفند یه ترانه دوستت دارم میدونی که این کار دل رو برای خودش زمزمه کنه. این کردار هم همیشه میگفتش که من بچه دروغم، ولی اینو فقط به من میگفت، نمیخواست بقیه بفهمن. چرا؟ چون که مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن با خود رو عرض میکرد، بله میفهمودن که یه روزی وسط تابستون داغ تو کویر لوت یه نفر از زیر لحاف پیدا کردن، گفتن مگه تو عقل نداری؟ طرف گفت عجب، از زیر لحاف هم معلومه. روشن شد یه باید بلد روشن کنم. آقای دکتر بزن بادر، یه نامه داریم از محمد نجار که گفته که آقای دکتر بزن بادر، وزیر دفاع بیگه، بله وزیر دفاع بیگه، ممن مصطفی محمد نجار، بله گفتن که ما یک سلاحایی ساختیم که خیلی دقیق و حساسه، ولی به لحاظ استراتژیکی ما نمیتونیم الان اطلاعات این سلاح رو افشا کنیم و بگیم. بگذارین بعدن براتون میگم، فقط من از اطلاعاتون گفتم که داریم. آخه مشنگ، تو فکر همه دنیا مثل خودتان؟ تو اولا که وقتی که پیر بشی ممکنه موات بریزه، ممکنه دندونات بریزه، ولی شعورتو هیچ وقت از دست نمیدی، چون آدم چیزی رو که نداره چجوری از دست بده. آیه دکتر بزن بادر، چند وقته که من ذهنم درگیر این آقای تاجیک هست. ایشون خودش و آبروی خودش به درک که چیزی نیست، آبروی نظام رو میبره. بالاخره چی شد؟ ما تکذیب کردیم نکردیم؟ گفتیم این مال ماست، مال ما نیست. چی شد؟ همین تاجیک که میگن رفته بود دوربین شب بخره قاچاقی، آره، گرفتنش، آره، بله، بله. همونی که میخواستن استفاده از انگلیس، بله، به آمریکا، بله، بله. همونی که میخواستن محاکمش بکنن، بله، بله. همونی که میگفتش که اگه منو در نیارین از زندان بیرون میرم با خبرنگارا صحبت کنم، بله، 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 همون عبوی همیشه میفهمودن بزن با خودور عرض میکردم، بله میفهمودن که به یکی گفتن آقا سگت خرابکاری کرده، این طرف اون طرف یکی رو گاز گرفته. گفت نه خیر اینجوری هم نیست، اولا سگ ما هیچ وقت گاز نمیگیره، ثانیا ما سگمون رو همیشه میبندیم، ثالثا ما اصلا سگ نداریم. میخوام بگم ما همین دکتری رفتیم پشت قضیه تکذیب تاجیک، فعلا هم که چیزی ازش بدی ندیدیم. آیه دکتر بزن بهادر، میخواستم ازتون بپرسم که تو این اوضاع احوالی که الان سر نظام هست، مثلا هاشمی رفسنجانی ریخته رو سر آقا محمود، نمیدونم شریعت مداری بر علیه این آقا محمود مینیسه، اون کردن مدرک تقلبی جعل میکنه، بالاخره تو نظام یک خرطوخری هست که سگ صاحب خودشو نمیشناسه. میخوام ببینم که مقام عظما این وسط نمیتونن یک کاری بکنن که بالاخره این اوضاع احوال یه کمی سر و سامون بگیره؟ بیچاره شدیم به خود. این که سوال میکنی که چرا مقام عظما تن میده به این چیزا، این که سوال میکنی چرا ایشون یه نعره‌ای نمیکشه که همه رو ساکت بکنه و بشونن سر جاش، میخوام بگم از اینجای برمیاد که به لحاظ مسائل استراتژیکی بیقی، دست تو کار نیست، تو سربالایی گیر نکردی تا بدونی که آدم دم به خرم میبوسه تا از توش بیاد بیرون. ایشون در این وضعیت قرار گرفته، قربت برم، ضرباتی که از این طرف اون طرف به پک و پوز مبارک ایشون وارد شده، اگه تو قهوه خونه به دهن کسی وارد میشد قند تو دهنش شکر میکرد. ایشون با این وضعیت مواجهه. قربت برم، آقای من دارم شما ایشون رو رعایت میکنم، خواهش میکنم، ایشون انداخته زیر دست و پا، من از شما درخواست کردم که اون روی سگ منو بالا
کاره نداری. تو درخواست تو میکنی بازم پایی رو کله ایشون میدونم. Hey, Kishani.